مانیتورینگ بشه. 5 میلی گرم هالوفریدون. فشار 7/5. رینگر بله. اوتو ساتوریشن 75%. دوپامین رو شروع کنیم. بچه‌ها دوپامین. جراح توراکس آماده است؟ بله خانم دکتر. جراح آماده است. استیو. دوباره زنگ زده میگه میخوام بدونم کجا کار میکنه. برای چی؟ پرسجو کرده بهش گفتن یه همچین شخصی تو ستاد نداریم. عصبانی شده که چرا دروغ میگه. کجا زنگ زده؟ آماد پشتیبانی. مگه اونجا کار نمیکنه؟ حالا برای بابا چه فرقی میکنه کجا کار میکنه؟ بابات فرق میکنه دیگه. بیرون گفت کردم برو عقب. مرکز صدا میشنوی؟ به مادر میزنه جار از صورت چه؟ شیشه زده گلوله که بیرون داخل نداره کمو نمیکنه. جلالی یک آماده حرکت باشید. چند لحظه دیگه سبز میشه. تا نگفتم از پیچ خیابون ظاهر نشید. منتظر میمونید. من را قطع کردم. اما اول قطع هم بی سیما. حالا اون دستگاه Thank you.
برو سر قرار، عجله کن. حرکت کن جلالی. تا 3 ثانیه دیگه وارد نقطه کور میشن. فاصله چقدره؟ زیر 1 دقیقه. رو مانیتورت مکانیابشو داری؟ دارم. مانع در پیش نداره؟ نداره. راهش همواره. آماده باش باشید. متوقف شده. جلال 1 عملیات. به اختیار خودروی بانک رو چک کنید. خودروی مد نظر واقعی نیست، فریب بهمون داده. چند بار ماسک شد؟ 2 جا رفت پشته چیز دیگه. مایی که بلاتر از 1 دقیقه بوده رو برام بیار. جلال 1 عملیات. جلال 1 آخرین دستور عملیات رو برام تکرار کن. بازگشت به دپو در 24 ده. اجراش کن. مفهوم بود جلال. نگه دار. مدت توقف اینجا چقدر بوده؟ زیر 20 ثانیه. خب حالا برو آقا. تو آوردیش؟ با هم بودیم داشتیم برمی گشتیم قرارگاه. دورا دوتا موتوری دور یه دختره ای دور دور میکردن. سخت گفت بزن بقید. گفتم با به تو چه؟ به من چه؟ اینجور چیز اصلا وظیفه ما نیست خانم دکتر. ما سرباز قرارگاهیم. من راننده همونم خدماته. گفتم بیخیال شد سخت گفت با 2 ماه خدمت اون مونده. بیخیال نشد. در ماشین یه دفعه وا کرد. من 50-60 سرعت داشتم زدم رو ترمز. گفتم ناموس مردم فرید جون. گفتم بابا بیخیال شد دیگه. مگه نگفتم پاشو برو خودتو تمیز کن؟ الان میرم. ببین خانم دکتر، سقو باور کن این برنامه نیست. این طفلی از اهل یکی بدو کردن نیست. این رب لباسش اینا ببینن حساب کار دستشون بیاد بکنم مامور بازار شده بزنن به چک. من دیوونه باید میرفت. اگه میرفتم میفهمیدم چی کار میکنم. هما جون پیداش کردی؟ جلال گفت زنگ میزنم. از واحدتون کسی اومده؟ نمیدونم. یه سروان اومده دنبالت میگرده. قدش بلندی یا کوتاه؟ متوسط. یه دقیقه وایستا. هر دو تو پشتیبانی هن دیگه. آره. یعنی یه جا هستن، یه جا کار میکنن. آره. آخه بابا میگه پرسیده، گفتن جلال نامی نمیشناسن. اصلا گفتن سرگرد جلال مهدیان ندارن، ابراهیم قیور نمیشناسن. شما میدونین تو آماده پشتیبانی کدوم یگانه؟ نه. دیدی؟ چیا؟ 20 ثانیه برگرده. خوبه. حالا بزرگش کن؟ خیابونو؟ سقف کامیونو. خیلی خوب. حالا 10 ثانیه برگرد اقل. دوباره نشون بده. سقف جا به جا میشه. ارتفاعش داره تغییر میکنه. کامیون شیطنت کرده. چکاش باز و بسته شده. ماشین جا به جا شده. گذاشتنش این تو. مشخصات کامیونو بده مرکز پیام. بگرد تو دوربینا پیداش کن. پرواز جلال. جلال در حال حرکتی. تو آدرس خودم تاکسی میخوام. مفهوم بود؟ مفهومه جلال. کلاهاش رو سرشون کنم. آماده ی حرکت. جلال در حال حرکتی.
گفتم که نگفتم. چیو پسو پیش گردن جناب سرمان؟ بعد سری رو داره پیش میگیره آقای فرید حسن زاده. او من که همه چیو گفتم. شما هم چی رو گفتی؟ اسم فرم امضا کن. چی است؟ گزارش خودت دیگه بخونش. اگه کم و کسری چیزی نداره امضاش کنی خودکار. من گزارش برشون میشه. برو بشین اونجا. آقا بذار یه بار دیگه رفیقام ببینم جان سوان تو رو خدا میگم قسم نده. برو بشین یه گوشه. اینه بچه 8 سالم زنجیرم رو نزن. عذر میخوام خانم دکتر، یه خودکار میتونم داشته باشم. ماسک. خیلی دارین سخت میگیرین جناب سروان. سخت‌تر از اینم میشه. همه‌شو داره دروغ میگه. همه‌شو از خودش درآورده. چیو دروغ میگه؟ میگه زنگ زدم صد و ده. اصلا هیچ تماسی ثبت نشده. زنگ زده تلفن کنه قرارگاه. اصلا تو جایی که میگه سقا چاقو خورده هیچ خونی دیده نشده. اصلا کسی شاهد این ماجرا نبوده. واحدهای انتظامی غرب مطلع باشن سارقان مسلح اتومبیل بانک در 25/14 با دو واحد از پرسنل کلانتری درگیر شده. برگردید این ورانیست پیمان چیه؟ گوش ماشین رو سگو طرف اتوبوس میخواه بیدرنه وضعیت مربوط است به گروگانگیری شهروندان زن و مرد، پیر و جوان با تعداد نامعلوم، هویت نامعلوم توی دستگاه اتوبوس شرکت واحد به فوریت جلال دو، جلال سه، رهایی یک به موقعیت 24/14 اعزام بشه. مفهوم بود جلال. حالیتونه؟ یک دو نه فشو سه چهار پنج مکس نکنید بکشید عدد جون گروگان ها مهمتره هشت نو ده اتومبیل شاسی بلند ابتدای کاروان اتوبوس شرکت واحد انتهای کاروان کامیون حامل وسط این دو خودرو قرار گرفته مفهوم بود؟ دریافت شد جلال چند نفر رو گروگان گرفتن؟ بیشتر از 10 نفر چیدتش رو داره اتوبوس سپر انسانی درست کرده با همین فرمون برید تا بهتون بگم کی، کجا، چطوری، چه کار کنید دریافت شد ما چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ داره میگه پیک دیگه دیوونه داره میره.
پلیس راهور تحت هماهنگی کلیه خط سیرهای اعتماری رو باز نگه داره. مفهوم بود؟ بگو واحدهای امدادی محور رو داشته باشن. امداد غرب، امداد غرب عملیات، عملیات امداد غرب. پیرو به تامین امدادی بحران در 24 وضعیت اعزام نیروها رو گزارش کنید. نسبت به مکان نمای جلال واحدها در حرکت توی فاصله 11 کیلومتری هستن. عملیات مفهوم بود. تمام. بس چی با چاغوزه تو گتوه یارو؟ من؟ بشین یه دستی کورا طرفی هی مراتش میکنم که خودش مغر بیار بر رو برداره تو چشمای من نگاه میکنه پرو پرو داره دروغ میگه. یارو کشوندی تو خلوه؟ خواستی باید راه بیاد، راه نیومده، زده به سرت، تیزی رو کشیدی زدی تو کتف یارو. من نزدم به خدا. قسم نخور. آخه من بر چی از سقا رو بزنم؟ به خاطر اینکه چیزایی ازت دیده بود که نمیباس میدید، چیزایی ازت فهمیده بود که نمیباس میفهمید. اگه من زده بودم سوال و با سوال جواب نده به من. من قبل از اینکه بیام اینجا جمعی کدوم یکم بودم؟ آقایی. آقایی کجا؟ آقایی شاپور. بچه کجای تو؟ مولوی. کجا مولوی؟ بچه مرغیا. پس حتما بچه من رو دوست تعریف کردن. چیو؟ که یه فتوی نامی تو آقای شاپور هست که بهش چی میگن؟ بهش چی میگن؟ چپ دست. نه معرفی هم شهر نیستن جناب سرور. پس پروسشون تعریف کن. چیو؟ بلایی که من امروز سرت میارم. دست رو بلند کنی به حفاظت میگم. رو تو دست بلند کنم یه جوری من معما رو این هلو واسه حل میکنم که به عقل جنم نرسه. کدوم معما؟ انشالله قبل از اینکه باهوش بیاد و که بگی چی شده من چی شده رو یه جوری برات گزارش میکنم که تو اتوماسیون نجات تاب بخوره. حالا یه چیز ازت بپرسم که کرکو برات بریزه، وقتی من دارم با تو حرف میزنم سرتو بگی بالا تو چشمم نگاه کن. یه چیزی ازت میپرسم که چارتاق بمونه که این افسر چهار ستاره چی و به چی ربط داده. با چی افسر ترابری رو دیش زدی؟ دفتر ترابری باز چی آتیش زدی؟ جلال یک، تحت اختیار به آرایش در میاد. مفهوم. جلال یک، قلاوا رو بندازی تیری ماهیگیری. به ماهی ها خوراک بدیم. کردم اگه همه سلامت بیرون بیان تا 3 سال صبح عاشورا شیره گرم بدم. فقط صبح عاشورا نظم نداشتی که از این به بعد اونم داری. کلیه واحدها با حفظ فاصله اجتناب از درگیری و تحریک گروگانگیرها به سمت مقصد نامعلوم ادامه مسیر بدن. واحدهای پشتیبانی. مفهوم بود جلال. جلال یک. جلال اینا دارن کارو سخت میکنن، بعید نیست یه بلایی سر یکی از اون بند خداها بیارن که ذره چشم گرفته باشن. گزک ندی دستشون. با فاصله دنبالشون میریم. جلال دو به همراه جلال سه و در معیت رها هماهنگ و مکان نمای محل رویداد موازی با محور خط سه عملیات در بزرگراه تهران کرج در حرکت هستیم. من نمیفهمم این چیزا چه ربطی به ارشیا داره. کارت مامانو برداشته، داره از حساب بانکی یه متوفا استفاده میکنه. چطوری کارت افتاده دستش؟ یه جوری حرف میزنی انگار من تو مسئولش نبودی؟ من نگهبان بودم؟ نه ولی تو مثلا وکیلی، همه چی رو چک میکنی، تو خیلی ادات میشه، به همه امور مسلطی. به نظرم یکی باید باش حرف بزنه.
خودم باش حرف میزنم. شما یکی نه لطفاً، خواهش میکنم. یکی بعد حرف زنه باش که بتونه زیر زبونشو بکشه، یکی که بتونیم بفهمیم قضیه چی بوده. جلال از اون میترسه؟ نمیترسه رفیقم. تو اصلا به جلال گفتی؟ زنگ زدم بهش، تو ماموریت بود. حالا خوبه کار اداری داره و انقدر میره ماموریت. اگه پلیس واقعی بود حتما شما رو طلاق میداد. واحدها آماده باشید، اعتمادن به مقصد نزدیک میشین. جلال یک؟ جلال یک. سرعتشون کم شده، کم کم دارن میکشن سمت راست. دارمشون. به اختیار جلال یک، اگه فرصت پیدا کردی خرابشون رو سرشون اتوبوس رو نجات بده. مفهوم بود؟ بله جلال، متوجه شدم. بیلن آدمای توی اتوبوس برای ما مهمه. کجای پهلوون؟ کجا باید بیایم آقای مهندس؟ اینا همینجور چسبن با ولمون نمیکنن. ولشون کنید تو جهنم همراه ما میاد. یادت تو غلام کجا دکه داشت؟ غلام ننه آقا؟ آره غلام ننه آقا. پسر تو چه خوب یادته، اونو که میگم مرده. دکش که یادت کجا بود؟ دم همون کارخونه بزرگه. کارخونه بزرگه؟ آره آره، اتفاقا نزدیک اونجایی. آدم از گفتن حرف راست ضرر نمیکنه، مطمئن باش. خواندم راست میگن، شما ایده تهمت میزنین. هشی مشتی؟ نه بابا. باشه جناب سروان، به مرگ عزیزم میگم قسم نخور. ای بابا، حالی نمیشه قسم نخور یعنی چی؟ آخه میگه آتیش سوزی کار من بوده، اونا اومدن دیدن برق اتصالی کرده. خود راست میگم برق اتصالی کرده، اما من میگم تو رفتی برق و دستکاری کردی کنجا آتیش بگیره. گند زدی، دیدی سندش اونجا حبس، گند و سند و دفتر و همه رو با هم فرستادی رفته رو هوا. مگه اونجا سقان گوا نبوده تو پاس بخش؟ دیده داری تو چه گندی میزنی؟ زدی یارو ناکار کردی. آقا به اونی که میپرستی این آماره چیه داری میبندی به من؟ شما میگه اینجوری نیست؟ نه که نبوده، نه خب که تو نیست. راستشو با من بگو، بگو ببینیم راستش چی بوده. بله. ارشیا طوری شده؟ گفت مدیر مدرسه ارشیاست.
نیم ساعت پیش از مدرسه زده بیرون. چیزی شده؟ نه. نگرانی؟ میگه گذاشته رفته از مدرسه بیرون، نگران نباشم؟ نه آخه، قبل اینکه بگم ناراحت بودی، اصلا قبل اینکه برسی پای تلفن. چیزی نیست. میگم حالا خیلی هم نگران نباش، شاید رفته خونه اون دوستش که سرطان داره. کدوم دوستش؟ نمیدونم کدوم دوستش. یه اتوبوس آدمو گروگان گرفتن، زن و بچه و پیر و جوان. اگه موضوع جدی‌تر از نجات جون این آدم هاست، بگو که من در بستر اختیارتم. میخواستم حالتو بپرسم. حالا که تو زنگ زدی خوبم. خوبه، خوب. همه چی خوبه. تو خوب؟ پسر خوب؟ همه چی خوب. مرخصم قربان. مراقب خودت باش. به خدا سپردم. از یک دهه فاصله به خیمه 30 متره. 6 تا گذرگاه داری که بچه رفتن مستقرش. سه تکتیر اصلا رفتن موزه بگیرن. صرفا پشتیبانی بذار. شاهدای آزاد موقعیت خودتونو به جلال سه اعلام کنید. سیامک. نیروهاتو ببر تو اون سوله بزرگه، آماده نگهش دار. کار اضافه نکنید. خوشت اومد. براوو. عشق می‌کنه با این خل سلا. خیلی خوب. بنا چاقو، اما هنگ کن این کروکی محل به دست بیاد. پرنده چی شد؟ دوربینش رو داریم ست میکنیم. خب زودتر بیاروش رو مانیتور دیگه. جلال یک، صدای چی بود؟ از توی سوله بود. تیراندازی مستقیم به دیوارهای دیدرک رقابت کرده، اما هدف رو نمی‌بینم. شاهد سه، میتونی اصابت به گروگان‌ها رو تایید کنی؟ چه قربان. خانم محمد خان. بابا چرا به تلفن جواب نمیدی؟ تلفن؟ ای وای، این چرا سایلنته؟ حرف زدی؟ بله، آقا جلال گفته که تو جلسه هست، خودش زنگ میزنه. خانومش هست؟ تو اتاق عمله فکر کنم. ببین کجاست، بگو بیاد کارش ده. سلام حاله جون، خوبین؟ بابا جان یه لحظه میای بیرون. هیچی نشده آقا جان، آروم باش، من الانت میگم اصلا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. فقط اینکه ببین بابا اومده دنبال شما، میگرده وایسا. بهش گفتم شاید دستت بند باشه، نمیخواد بری ببینیش. توپش پره، میترسم یا یه چیزی بگی ناراحت شی. برای چی؟ سر جریان ابراهیم دیگه. جریان ابراهیم چی؟ وای ببخشید، وسط این همه گیر و گرفتارید منم شدم وبالت. من تمرکز. ببین سر همون که محل خدمتشو دروغ گفته. عبور از داخل و خارج طبق هماهنگی با فرماندهی میدان شکل بگیره. مفهوم بود؟ مفهوم بود قربان. رهای 4 شماره شرقی یه بار دیگه اسکن کن. تو با سمت میخوای چیکار کنی؟ سرمایه میکنم واسه کار بعدی. دزدی بعدی؟ آره. ببینم نکنه همه ماشینای پول دنیا رو میخوای یه جا غیبشون کنی. شاید. تو با سمت میخوای چیکار کنی؟ من
نمیدونم، من که تو همین الانشم تو کلم نمیره که این همه پول داشته باشم. جون داداش نمیدونم، شاید هم سرمایه گذاری که هم نقشه تو. من نه بابا ننه مریض دارم که بخوام خرج دوا درمونشون رو بدم، نه خواهر دمبخت که خرج جهیزی و عروسیشو. نمیدونم، اصلا نمیدونم با این همه پول میشه چیکار کرد. پلیس با شما صحبت میکنه. آرامشتون رو حفظ کنید و مراقب جان گروگان ها باشید. ما تا زمانی با شما حرف میزنیم که مطمئن باشیم خطری جان گروگان ها رو تهدید نمیکنه. یکی از افراد من میخواد به در اصلی سوره نزدیک بشه و یک گوشی رو بذاره اونجا که بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. با کی صحبت میکنم؟ من سرگرد ناجا فرمانده میدانم. قبل از هر چیزی بهم بگو که علت تیراندازی چند دقیقه پیش چی بوده؟ پس از این به بعد از رو درجه صداتون کنم، بهتون بگم جناب سرگرد. اگه به کسی آسیبی نرسیده باشه و قرار باشه بازم با هم صحبت کنیم، همینطوری صدام کن. خب چرا تیراندازی کردین؟ علت شلیک و نامشخص اعلام کن. ذیل گزارش مرقوم بفرمایید که این تیراندازی هیچ کشته یا مجروحی نداشته. همه افراد داخل سوره سلامتن؟ به دعای شما همه سلامت هستن جناب سرگرد. منتها قبل از اینکه سوال سومتو بپرسی میخواستم یه گله ای ازتون بکنم. اشکالی نداره؟ نه بگو. این یو اف او بشقاب پرنده‌ای که فرستادی بالای سر ما خیلی اسباب مزاحمته. اگه جمعش نکنیم من میکشمش. مهم فردا صاحبش نیاد گله کنه بگه کلی پولش بوده ها. پس با یه آدم حرفه‌ای طرفم. شما به من میگی حرفه‌ای؟ من به شما میگم جناب سرگرد. در مورد خواستامون هنوز به نتیجه مشترک نرسیدیم. آخه آدمای شرکت من زیادن و ما باید مجمع برگزار کنیم. هر کسی گرفتاریای خاص خودشو داره. منم گرفتاریای خاص خودم دارم. همکارای شما ما رو مجبور کردن که این بند خدا رو با خودمون همراه کنیم. برنامه عوض شده. میخوایم به یه تصمیم جدیدی برسیم. اگه البته اشکالی نداشته باشه جناب سرگرد. متوجهم. به اعضای شرکتت بگو میخوام بیام اونجا تا رو در رو با هم دیگه حرف بزنیم. خود شما میای؟ سلام خاله. سلام عرشیه جان. مامانت شناسنامه‌تو میخواست، اومدم براش ببرم. شناسنامه من دست خودم نیست. تو چرا مدرسه نرفتی؟ حالا خونه نبود، اومدم خونه. آخه مامانت چند بار به گوشی زنگ زد جواب ندادی؟ گوشی به خودم نمیبرم مدرسه. حالا چرا خوب نیست؟ نمیدونم، سرگیجه و تعب دارم. چی کار کردی مگه؟ هیچی، نمیدونم چرا اینطوری شدم. چیزی خوردی؟ نه نمیتونم. از صبح چی خوردی؟ صبحونه خوردم. دیگه چی خوردی؟ یه تیکه شکلات هم خوردم. همین. خیلی خوب عرشیا، پاشو لباساتو بپوش ببرم بیمارستان ببینم چی شده. پاشو قربونت برم. زود باش عرشیا. مراقب باش. بکشید عقب. مسلطه به مجلال انام بگیرید. من بهتون تامین میدم. مفهوم بود؟ رهای چا کل قربان. اقدام کن. جناب سرگرد عزیز، ما نشستیم اینجا داریم بحث میکنیم. من با هزار بدبختی دارم اینا رو راضی میکنم جناب علی تشریف بیاری تو، اون وقت شما دستور حمله میدی؟ جلسات خیلی طول کشید، حوصله‌ام سر رفت. خب یه فکری به حال حوصله‌ات بکن. این روال کاره. ما هم باید به نتیجه برسیم. آخه انگار تو وقت زیاد داری. ببین جناب سرگرد، ببین اشکال نداره فرمانده صداتون کنم که. بنال. صادقانه بهت بگم منم دلم میخواد زودتر این قضیه تموم شه، پولمو بردارم ببرم یه جای سرمایه‌گذاری کنم. هر وقت وقت شد خودم خبرت میکنم. اینا یه مش آدم بیکلن که من دارم راضیشون میکنم. اینجوری به کسی هم صدمه نمیرسه مگر اینکه شما باز بخوای حوصلت سر بره. یه خورده خیشتندار باش فرمانده. اوکی؟ بهت 5 دقیقه وقت میدم. همین.
نه فرمانده، تو وقت تعیین نمی‌کنی. اینجا من میگم چی، کی، کجا، چه وقت. من قانون میذارم، فهمیدی؟ برید بلندش کنید، بزنینش رو تخت، حمله تنفسی بهش دست داده. ببین چی شد؟ جان سرم فرار کرده، تو اتاق نیست. امیر حسین تمام نیروهاتو بریز تو راه پله، همه رو. هلیپورت، درهای ورودی به بامو بستی. مجروی حادثه تهران سر داره هلیپورت میشه اینجا قربان، نمیتونیم در استوری مسدود کنیم. من نمیدونم، بهش بگو یه کاری بکنه، یه بانه دیگه بزنه، من نمیدونم چه کار میکنه، یه کاری بکن. یه لحظه خجوان، یه لحظه آدم، اصلا تو بیار پایین، من برای توضیح میدم. این از نظر روانی کاملا به هم ریخته، اصلا تعادل نداره. یه لحظه با من تشبیه، خواهش میکنم. یه جلو پدر. سلام. سلام. خب اینقدر دیوار برداشتن، دیوار گذاشتن، من با 32 سال خدمت توش گم میشه. ما دوتا تونل پیدا کردیم که ظاهرا مستقیم میره تو دل سوله. بله، اونجا این خطکش یه طبقه میره پایین، همون جایی که نظر شما هست. یکی هم اونورتر دوتا پیچ که بخوره اون سر تونل میاد بیرون، چش تو چش هم. راش بازه؟ همه راه های این خراب شده بازه. اونی که الان خراب منم آقای رئیس کل. چشماتو خوب باز کن. جلال دو، جلال سه. به اختیار طبق دستور قبلی. جلال، جلال سه، بررسی کن. یا باید بریده بشه یا باید خرج بزنید. 20% خیلی طول میکشه. یه نفر رو بذارید تو نقطه صفر، بقیه برگردید عقب. اینجا نمی علنگو انداز دستت میشه. ما دیوار کی رفتیم بالا؟ حضرت عجب، خرید و فروش مال دزدی. کدوم کش؟ گفتی ساعتی تو کی برات خریده؟ ساعت من عروس هم خریده. عروست خیلی بالاش پول داده. اونو دیگه من نمیدونم چقدر خریده، چقدر پول داده. اسم چی بود؟ اسم منم آقای مرادی. آقای مرادی، ساعتت از اولش کار میکرد؟
اتفاقا ساعتم از اولش کار نمیکرد. ده اگه کار میکرد که قیمت یه پژو صفر پولش بود. قلابیه، مال توی ویترینه. دزد ناشی زده به کادون، دیده مفت میارزه هدیه دادتش بهت. حضرت عجل، دزدی کدومه؟ چرا بهتون میزنی؟ وقتی بردم دیجا بهت نرسید ازت رفت خودت مخوردی. جناب رئیس کل، به این حضرت عجل بگو من آدم خوبی هستم. تازه داره یه چیزایی یادم میاد. اون عکس میشه یک بار دیگه من ببینم. آها، اینه میگی. این اومده بود اونجا داغی ها رو بخره بره. کی؟ ببینم پات کی شکسته. گمانم 5 هفته میشه. یه 2-3 روز از 5 هفته کمتر. خب دیگه چی؟ دیگه تمومه، دیگه چیزی ندارم. سلام خانم دکتر. سلام. چیزی شده؟ میبینید که امروز یکم اینجا به هم ریخته است. ما میخواستیم بدونیم این شادومادی رو که گذاشتید تو دامن ما کیه و چی کاره است. اگه میدونستم تو درد سر میفتید و مجبور میشید دزد و پلیس بازی در بیارید، اصلا مزاحمتون نمیشدم و عطاش رو به لقاش میبخشیدم. همون نهی رو که الان میخوام بگم اون موقع میگفتم. به آقا جلال سلام برسون. سردار، من ازتون عذرخواهی میکنم. بابت شبنم به من گفت شما اومدین، ولی من یکم گرفتم. چلا گرفتار یا رفت میشه خانم دکتر. در مورد موضوع آقای ابراهیم من اجازه بدید جلال خودش باهاتون صحبت کنه. داستان اون افسر همین 30 ثانیه پیش تموم شده است خانم دکتر. من دخترمون به آدم کذاب نمیدم. شما دارید اشتباه میکنید. صدفان سوم ابراهیم غیور عضو هیچ یگان لوجستیک نیست. حالا اگه افسر بازرسیه یا حفاظت یا تابع هر اداره دیگه که نمیتونه محل خدمتشو بگه و مجبور دروغ بگه، براش آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. همینطور برای همکارش آقا جلال. عزت زیاد. سردار میخوام گره از کارم با کنی. من تو بازجویی از سربازی که صورت حادثه رو به دروغ گزارش کرده بود یه خورده زیاده روی کردم. قضیه سنگین بود، نتونست هضم بکنه. حالا رفته رو لبه بوم وایستاده. قصد خودکشی نداره ها، اما میترسم از ترس دست به دیوونگی بزنه که غیر قابل جبران باشه. سران عباده، صدا رو داری؟ تصویرم که قطعا داری. امیدوارم همه چیز خوب باشه. راحتی؟ من شاهی؟ تو مطمئنی که داری میری داخل؟ یه کاغذی گذاشتم توی جیبم که اسم شما رو روش نوشتم. اگه رفتم تو برنگشتم لطفا خودتون بخونینش. اگه سالم برگشتی بازم میدی بخونمش؟ نه دیگه، خجالت میکشم. چرا چیزی مینویسی که باید خجالت بکشی؟ آخه میدونین این معنویتش بالاست. برو انشالله سالم برگرد، بعدش هم تمرین بکن که جوری حرف بزنی که میری تو تنهایی روی کاغذ می‌نویسی. باشه؟ باش بابا. برو نقشه تو تمرین کن. برو. یا علی. یا علی. الو. الو سلام بابا. سلام بابا جان. توندی بهت بگم الان خاله میاد، نمیتونم حرف بزنم. چی شده؟ حالم بد بود، تو خونه استراحت میکردم یهو دیدم صدا از اتاقم میاد. اومدم دیدم خاله داره کمدم میگرده. الان کجایی؟ من الان داره میاره پیش مامان. مگه در باز بوده؟ نه، کلید داشت. الان کجاست؟ رفته تو دفتر عمو خسرو. خیلی خوب باشه، فعلا صداشو در میار. گرفتی چی گفته؟ چشم، خداحافظ. خداحافظ بابا. جلال یک، جلال یک، جلال آماده برای بازیابی خرگوش. شلیک نکنید، شلیک نکنید. در
تمرک در جبهه پشتی. کسی تیراندازی نکنه. افهم مود؟ کسی تیراندازی نکنه. کمک کنی! کمک کنی! خفشو! اسی! کسی اقدامی صورت نده. مفهوم بود؟ کسی اقدامی صورت نده. این مانیتور بازبینی بده. فندک داری؟ جرانایا پرت کن. چیو؟ فندک تو. من فندک ندارم، برو عقب. اگه بیام جلو خودتو میکشی ها میدازی پایین. شوخی ندارم ها، به خدا خودم پرت کنم پایین. بازی خودتو میخوای بندازی پایین. قالت گذاشته. آره کی؟ نام زده همون که میخواستی بگیریش. حالت گذشته رفته بود، میخوای خودتو بکشی. اسمت چیه؟ یادت نیست؟ نو که زبونمه. خدا وکیلی منو گرفتی بابا، دست انداختی دیگه. باستا من باستا نرو. میخوام برم پایین فندک بیارم این سیگارم رو روشن کنم. حالا دو دقیقه اون لحاسم رو دیرتر بکش، دیرتر ببینیم. حوصله کن دیگه مشتی، بگه ازت نخواستم فیل هوا کنی. آیا درست میشه تو زدی؟ اگه من میزدم که میزدم وسط این دو تا ابرو که انقدر غرغر نکنی. مار که نزدن گول خوردی. ببین من ولم بیکارم، عاشق رفتنم، واسه پول هر کاری میکنم. نه مال خودته، دست تو بکش. شانس آوردی اونی که تیر زده بیشتر دست به آچار بود تا دست به اسلحه. اگر یه تیر گذاشته بودیم وسطو الانم فاته. آی فاته فرس چرم نگو، یارو فرق بین سگدست و چارشاق هنو نمیدونه. اگه رو بهش بدی میگی من مهندس نصب سندلقرتم. تو چرا فکر میکنی هر کی دست به آچار مکانیک اوتوله؟ و دست به آچار چیه؟ لوله کشه، سیم کشه، چه میدونم. دست بردار، یارو تو همه زندگیش یه پیچ باز نکرده. زهر مار، تو به چی میخندی؟ تو میشناسیش؟ نه تو میشناسیش. بابا سرتو بیار بالا، یه دو کلم با هم حرف بزنیم. چته الان نمیتونم. چرا؟ ببینم نکنه میگیرن پیگیرن داری. نه فقط دارم خدا رو شکر میکنم که یه آدم بیگناه نفله نشد. را بیافت ببینم. پرسنل بانک، سلامت دو محافظ، یک راننده، یک متصدی منطبق با اطلاعات بانک تایید میشه. کجا رو نگاه میکنی؟ ازش عکس بگیر. به حاله گفتم نگه شما بیان اینجا. چرا؟ مگه من عضو اون خانواده نیستم؟ نمیخواستم خسرو وقتی حرف خونه و خانواده باشه آب دستش باشه میذاره زمین خودشو میرسونه. خب هر کسی تو کارش شرایطی داره، یه آدم نظامی تابع دستورات مافوقشه، درسته؟ بله جلال تو ماموریته. ما هر موقع از این بنده خدا پرسیدیم چی کاره ای؟ گفت تو کار آذوقم، تو پشتیبانی کار میکنم، غذای سربازا، گوشت و نون و از این حرفا. حالا ول کن یه روز غذای سربازا رو، حالا شور بشه یا بی نمک چه اشکالی داره؟ ما که هر روز داریم یا شور میخوریم یا بی نمک، مگه نه؟ به پلیس اطلاع بدی؟ نه بابای بچه خودش پلیسه. تازه شروع شده حال خانم، تازه باید بیاد بشینه پای میز بازجویی.
استاد دانشکده علوم انتظامی هم هست. وقتی اینو فرستادن درجه اهمیت کار واسهشون خیلی بالاست. خارج از کشورم بوده. واسه دافوس هم درس میده. الان کارش پیشتو عملیات روانیه. حالا کجاست این آقای دکتر؟ تو ماشینش. تو ماشینشه؟ با چرا پیاده نمیشه؟ داره با تلفنش صحبت میکنه. منم گفتم نهید بذارید خودش بیاد. با تلفن صحبت میکنه؟ بهش بگو بیه تو ماشین فرمانده ای. بله آقا. بله چشم. بله چشم بشم. به عرضتون میرسونم. خداحافظ شما. من نماینده ی تام الاختیار ستادم. اومدم برای مذاکره. همه سارقان به جز یک نفر شناسایی شدن. برای اینکه مذاکره بکنم باید خاطرم جمع بشه که گروگان ها سالم و سر حاله. تا اینجاش هم دردسر زیاد درست کردیم. برای اینکه جرمتون سنگین تر نشه به نفعتونه که همکاری کنیم. 5 دقیقه مهلت دارید که این در رو باز کنید. ورود من رو تایید کنید. مقدمات مذاکره رو فراهم کنید. نیروهات رو آماده کن سرگرد. باید کاری یک سره کنیم. شما 5 دقیقه میخواید به اینا فرصت بدیم؟ مذاکره ای در کار نیست. تا در رو باز کنن و آماده بشن دستمن رو دستشون خورده و کار تمام. مفهوم جناب سرگرد؟ گفت سبزه رو بزنم. تماس از خیمه، برید رو کانال سبز. منم فرمانده. این برادر کیه اینقدر توپش پره؟ ایشون همه کاری این میدونم. اه پس شما چی کاری فرمانده؟ من اونیم که قراره بگیرتت. پس میگی با همین برادر به توافق برسم ها؟ حالا دیگه شانست امتحان کن. باشه بگو بیا تو. نیروهای شما آمادن جناب سرگرد؟ آقای دکتر درصد ریسکش برای اینم همه ی نیروها به حالت آرایش تهاجمی. از چرا کسی نمیاد؟ گوش کن ببین چی میگم آقا دزده. کمش رفته پرش مونده. 4 دقیقه هنوز وقت داریم. نه اینجوری معاملمون نمیشه. اولا زمان دستت نیست. پرش رفته کمش مونده. دوما اینکه فرمانده منو حرفه‌ای صدا میکرد تو میگی آقا دزده. اینجوری نمیتونیم با هم معامله کنیم. سوما منم و فرمانده فرمانده است. تو نماینده ای. اگه میخوای به نتیجه برسیم برو بگو اون که نمایندشی باشه بیاد. من فقط با نفر اصلی حرف میزنم. میرسم خدمتتون. پس حاضر شدی تانکتم بیا. درو ببند. جناب سرگرد من به تسلط و مهارت شما ایمان دارم. عملیات سامان بگیر. دستور آقای دکتر نماینده محترم جهت اجرای عملیات. قدم اول برداشته شد. جلال یک در اختفا باشید. مفهوم بود؟ و
رهای چهار، رهای چهار، برو تامین جلال سه. حداقل 4 ورودی برای ایجاد آتش روی دیواره سوله به سمت جبهه شمالی پیش بینی کرده. کارخونه متروکه است. امکان داره به طور تصادفی روزنایی روی دیوار وجود داشته باشه. نه تصادفی نیست. نقشه انقدر دقیق طراحی شده که هیچ نقطه کوری نداره. من به شما گفتم مانور استعدادیابی را بندازین. نخیر آقای عبدی. من دقیقاً به شما چی گفتم جناب سرگو؟ شما پیشنهاد دادید که کارو یکسرش کنیم. آقای عبدی. من عبد خدا هستم. بله من معذرت میخوام آقای آقای دکتر. خب این سرپیچی از فرمان موافق نیست؟ توی حکم شما نوشته شده مذاکره کننده تامل اختیار. غیر این بوده؟ مسئولیت اون آدمای خطرناک با منه جناب سرگرد. مسئولیت جون اون گروگانه ها هم با منه. آقای دکتر، نیروهای نوپو وفادار به سازمانشونن. لطفاً دیگه بدون هماهنگی وارد خط نش. از این به بعد طبق استانداردهای پلیس عملیات ویژه مذاکره کنید، بدون تحریک حریف و با خط تلفن ویژه. بمونید جناب سرگرد. شما فکر میکنید که ستاد همینجوری بر حسب تصادف یه آدم خام و ناپخته و بی تجربه رو برداشته آورده گذاشته اینجا وسط این میدون، بعد وقت شما همینجوری بهش تذکر بدید؟ من منکر تجربیت شما نیستم آقای دکتر. شیوه شما رو نمیپسندم و چون مسئولیت این میدون به عهده منه، بهتره که شما هم طبق نقشه من جلو برید. عجب. میتونم از شما بپرسم بر اساس چه شیوهی، چه منطقی یا آتیش بازی را انداختین بدون اینکه کار مفیدی انجام شده باشه؟ آدمی که اون تو همه کار است، همونی که من بهش میگم حرفه‌ای، روی این مسئله وقت گذاشت. اصلا آدم ربایی یه نقشه از پیشتر روی شده است. قبل از اعلام مشخصات کامین و حامل ماشین بانک، اونا و بچه های کلانتری تهران سر درگیر شده بودن. محل درگیری هم به دقت انتخاب کرده بودن. حتی این مکان رو برای اختفا به دقت انتخاب شده بوده. مانه گذاری هم که کرده بودن. شما که دیدی؟ انفجار، آوار شدن دیوار، دیگه چی میخواد؟ شما فهمیدید که هدف این به اصطلاح حرفه‌ای چیه؟ میفهمم. حالا الان به حرفت میارم مارمولک. این پره ها. این پره؟ خیلی خوب خیلی خوب. چرا داری ما رو به کشتن میدی ها؟ برای چی داری ما رو به کشتن میدی؟ اگه من نبودم الان گیر فرمانده بودی. ما که داشتیم یعنی بچه آدم روامونو میرفتیم، واسه چی ما رو انداختی تو هچم؟ کمین کرده بودم. کمین چیه پسر؟ از همه بیخبرتر اونا خودشون بودن. اونا همیشه ادای اینو در میارن که بیخبرن. این همه درد تو این کارخونه خراب شده است. عطر مرو آوردی اینجا غلام ننه آقا؟ بد کاری کردم آوردمتون جایی که امن باشه کنار غلام ننه آقا. تو از کجا میدونستی اینجا امنه ها؟ تو از کجا میدونستی اینجا امنه؟ آدم وقتی یه کاری رو میکنه فکر همه چیش هم هست. منم فکر همه جاشو کرده بودم. منم فکر همه جاشو کردم. جفتشون رو ببندین تعطیل کنید بندازین قاطی گروگانا. اینم واسه من میشه. یکی داش مثل که ما 500,000 مایه گرفتیم ها. ولش کن یه گوله ولش کن ببندش ببنده, ببنده. تو فکر کردی بدون من میتونی از این مخمصه نجات پیدا بکنی؟ احمقای بیشور، این تو شما رو به کشتن نده ول نمیکنه. آه تو خواب دیدی خیر باشه. تشنم خسرو جان. شما بشین من برم بیارم. عرشیر جان، خاله شما یهو کجا غیبت زد؟ ها؟ خاله داره ازت سوال میپرسه. بهش نگاه کن وقتی باهات حرف میزنه. چرا یهو از تو ماشین خاله گذاشتی رفتی؟ کجا رفتی؟ رفتم یه چیزی رو به یکی بدم. چیو؟ به من نگاه کن عرشیا. چیو؟ کلیدو. کلید کجا رو؟ دیگه کم کم داری کلافم میکنی عرشیا. کلید کمد مادر جون. کلید کمد مادر جون دست تو چی کار میکرده؟
چی شد؟ اشیا. الو. یه برانکار بفرستین اتاق من. سریع. تو برای چی واسه اینجا من نگاه میکنی بهنا؟ برو پیش بیمار یو نریزن تو. سلام کلا. خدا رحمتش کنه. اینجوری که میفهمن ترسیدی؟ ترسیدم؟ نه ترسیدی؟ تو صورت من ترسی میبینی؟ ها؟ ببین آقای مهندس، شما واسه این کارا یه نمه فوفول میزنی، این شنگرف تو بیار پایین. سوء تفاهم نشه میلاد جان، شما هم برای این بازی ها خیلی کوچولویی. میدونی وقتی تا الان زنگ نزدن و نپرسیدن که چرا تیراندازی کردی، یعنی دارن این تو رو میبینن؟ ببین، اگه قرار بود اینجوری پیداش کنی تا حالا پیداش کردی. پیداش میکنم. بهت زنگ نمیزنه چون میدونه کلاغ زدی، میدونه ترسیدی، میدونه دستای من بسته است، همه چی رو میدونه. الو، صدا ها میشنوی؟ میشنوم. جون ما یه سوال ازت میپرسم، راستشو بگو. این رفیق ما میگه شما داری این تو رو میبینی. آره، حقیقت داره. از خودش بپرس. اینا چطوری این تو رو میبینن؟ چطوریشو نمیدونم، ولی دارن میبینن. این رفیق ما خیلی مطمئنه، میگه شما داری این تو رو میبینی. تو کی هستی؟ رفیقت کیه که اینقدر زرنگه؟ بابا ما که سر در نمیاریم، اگه این تو رو میبینی چطور نمیفهمی من کیم رفیقم کیه؟ ها؟ چون ما راستشو بگو. رئیس قبلیت کجاست؟ نگران رئیس قبلی نباش، رفته یه شهر توریستی. الان تو اونجا رئیسی؟ آره من رئیسم. چطور؟ معنیش اینه که مسئولیت جون اون آدم ها با توه. یعنی این متهم ردیف اول. اینجوری صدات کنم نه؟ بگیر. گوش کن، من یه اتوبوس میخوام تا فرودگاه دربست، از فرودگاه یه هواپیما میخوام تا اونجایی که دلم میخواد بره. تو مثل اینکه خیلی پرزی. خوب چشاتو وا کن آقا پلیسه، یه رو بهت وقت میدم، اتوبوس مینوبوس هرچی نیومد ایسکا، این جوون رنو رو میفرسته بهشون دنیا، از عقاب به شاهین. مفهوم بود؟ اول یکی از ما میاد تو، یه آقای خیلی کار درست و کار بلد که حرف اول و آخر اون میزنه، میاد که باهات مذاکره کنه. اگه باهاش به توافق رسیدی که فبل مراد، اتوبوس که سهله، با هلیکوپتر میفرسته میاد فرودگاه مهرآباد. اگه باهاش به توافق نرسی که دیگه اون وقت خودمم و خودت دیگه خود دانی. خودم و خودت اگه بودیم که خیلی خوب میشد عشقی بالانس، یکی تو میزنی دوتا من بالاخره ریزیز یه جوری با هم کنار میومدیم. ندادا شما تعدادتون زیاده، چند نفر به یه نفر؟ بگو این رفیق خوشتیبت بیاد پای معامله، بگو. بله کاملا، چشم خودم میرسم خدمتون. خیلی متشکرم. حاله جانم خسرو، خونه مادر جون آتیش گرفته. آتیش گرفته؟ مگه میشه خونه خودش خود به خود آتیش بگیره؟ یعنی چی خود به خود؟ کسی تو خونه نیست. خب احتمالاً اتصالی برقه. مگه ما آخرین بار که رفتیم اونجا کنترل برقو خاموش نکردیم؟ من چه میدونم، لابد از یه جای درز کرده دیگه. حالا تو میری یا من برم؟ مگه نمیبینی من اینجا گیرم؟ حالا چی شدی ریختی به هم؟ مادر خدا بیامرزت، مگه تو اون خونه ارثی باقی گذاشته که اینجوری پیچیدی به خودت؟ خسرو خونمونه. چه درس حرف زدن ما نمیفهمم. همین داداشت تو بچگیش ضربه روی روانیش نخورده. فرید؟ بله دیگه، داریم راجع به فرید حرف میزنیم. نه، سابقه استفاده از مواد مخدر داروی چیزی. تو مثل دیوونه ها رفتی چسبیدی به اون لبه. نه خودت میدونی چرا، نه کسای دیگه میدونن چرا. لابد یه چیزی هست که اینجا اومدم. اصلا چی بوده؟ میخواستم منو بگیرن. کیا؟ همونه که کلا خود داشتن. کلا خود؟ اصلا هم داشتن. کجا؟
همینجا. کلاه خود و اسلحه؟ فکر میکنی زده به سرم؟ نمیدونم، شاید خواب بودی یا یه چیزی زدم بهت. یه چیزی زدی؟ ها؟ یه چیزی زدی؟ هلیکوپترم بود. هلیکوپتر؟ نخند، خونه سقا بود. بگیرم که جلو رو کمک دست با نسم. آروم باش، آروم باش. تموم شد. تو باید همون رئیسی باشه که علیهت کودتا شده. آره تو هم همون افسری هستی که بازی رو به هم زد. آره الان دست من ناراحتی که بازی تو به هم زده. نه 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 اصلا من خودم اشتباه کردم. عجب اسم شما؟ من ترابم. تراب. تراب. فامیلیتون؟ حقیقی. حقیقی. شما نگهبان کارخونه ای؟ بله. خب اطلاعات شما رو داریم. فامیلیت چی بود؟ حقیقی دیگه، حقیقی. آقا حقی، تراب آقا حقی، اخوی آقا تصدی. حقیقی. ترسیده بودی؟ مرگ رو دیدم. من به شما میگم سرده پیرم چه بلایی ما من خبش باید با دعاشم حرف بزنم تو آقا بسید. پس شما یه لطفی در حق من بکنم آقا. اینجا که دارین تشریف ببرین بیرون بقیه اینا رو با خودتون ببرین که مسئولیت کسی گردن من دیگه نیفته. هی من میگم نگو، هی میگی. ببینم رو پیشونی من چیزی نوشته. رو پیشونی من چیزی نوشته. بچه بیاد مادرش نیاد. کی گفته بچه بیاد مادرش داد؟ مرد حسابی، من اگه اونا رو بدم دست تو که دیگه چیزی دستمونو نمیگیره. اونو بده من ببرم که دستم باز باشه برای چیزایی که خواستی. اون وقت میگم میلاد بروچی همکاری کرد. تو آدمو مایوس میکنی آی دکتر. نه اینجوری اصلا معاملمون نمیشه. میدونی چیکار میکنیم؟ قاق میندازیم. 10 20 40 50 60 70 80 90 100. نه من با خانوما کاری ندارم. اصلا یه کاری میکنیم، دو تا واسه اتوبوس، دو تا واسه هواپیما. ببر خیرشو ببینی. خوبه؟ چی شد؟ آخه آی کیو این داره تو رو با اسم و فامیل صدا میزنه. اون وقت تو واسهش ماسک گذاشتی؟ تو اینو میشناسی؟ تو اینو میشناسی؟ آره میشناسه. چرا فکر میکنی منو تا حالا نهیده؟ ببینم شما تا حالا ایشونو دیدی؟ دیدی؟ نه ندیدمش تا حالا. دروغگو. آقا این داره دروغ میگه. عمو جون دروغگو چیه؟ دشمن خدا. بلندتر؟ دشمن خدا. آب باریکلا دشمن خداست. کدوم یکی از شماها میتونه به من بگه که چرا این آقای نماینده داره الان دروغ میگه؟ آقای نماینده، من افتخار حل این معما رو به شما میدم. چی گفتی؟ تو یه چیزی گفتی الان به من. چرا من شنیدم؟ چی گفتی؟ چرا گفتی؟ کسی نشنید چی گفت؟
مانیتور؟ تراب؟ آقای نماینده میگه که منو توی مانیتور دیده. مانیتور میدونی چیه؟ منو تو مانیتور دیدی ها؟ معذرت میخوام آقای فرمانده، ببخشید که انگوش میکنم توی چشت. اینا چیزایی که آتیشه زدن. اینا چی هست؟ قرص. قرص؟ اینا رو ندیده بودی تا حالا؟ من باید اینا رو میدیدم؟ من از کجا بدونم اینا چی آقا؟ خرید و فروش حتی یکی دو بستش هم دردسر درست میکنه. اینجا بیش از یک کارتون آتیش زده شده. ببخشید میپرسم، مال چیه؟ تو تبلیغات ماهواره‌ای میگن برای حفظ تمرکز و اینجور چیزاست. دانش آموزا و دانشجوها برای موقع امتحاناتشون استفاده میکنن. اما پلیس برای اینا ازتون توضیح میکنن. صدامو میشنوی بلورچی؟ آره میشنوه، چطور؟ من میخوام برم اون بچه رو بردارم و مادرشو بکشم عقب. برات مفهوم بود؟ ابراهیم هیچ کسی هیچ کاری نکنه، مفهوم بود؟ آخه جلال جان، همین که گفتم مفهوم بود جلال یک؟ مفهوم بود. بچه مخشم نه، حالت خوبه؟ ببین، میخوام بری یکی از اون جلیقه‌های لعنتی تنت کنی، بری اون دختره برای من فرداری بیاری. اصلا خیلی ازت خوشم اومد، با حرکت دلاتی بود، نزدمت که یه وقت قهرمان رفقات نشی. حالا خوب گوش کن ببین آقا میلاد بلوچی چی داره بهت میگه. رفیق من اومده که اون دختره رو بیاره تو، ما فقط اون بچه رو میخواد، مادره واسه شما. گرفتی؟ میدونی دروغ گفتن به نماینده بازرسی ناجا چه جرمی داره؟ نه جناب سرهنگ، اما هرچقدر جرمی سنگین باشه به پای گناهش نمیرسه. ما خون قدرتن تو کارمون دروغ و دنبل نیست جناب سرهنگ. باشه جناب سرهنگ، من یه سوال دارم. اگر محل اتفاق جرم سر کیان شهر بوده، چطور آمبولانس هوایی مجرور 5 کیلومتر اونورتر تحویل گرفت؟ واسه اینکه خودش میخواست رفیقش رو برسونه درمونگاه، رو کولش کشونده بود گذاشتش تو ماشین، آمبولانس هم که اومده تحویلش داده. خب پس چرا یه ردی از خون دیده نمیشه؟ خونه، آب تو آب پاش نیست فبارو بزنه رو چمن، میریزه رو لباس و بدن، در زم خون رو آسفالت دا خودش جمع میکنه سیاه میشه، دو تا ماشین از روش رد بشه پودر میشه میره رو هوا. بله، شما تو زمینه خون تخصص داری؟ بله جناب سرهنگ، دکونم که عرض کردم خدمتون روبرویمون دیوار مسیح قصابیه، یا چند سال قبلش هم تو سلاخی کار میکردم. امروز که گذشت جناب سرهنگ، اگه اجازه بدین فردا میرسم خدمتون چهارراه قصر، همون ساختمون لونه زنبوریه. اگه تشریف داشته باشید میخواستم از جناب سرما شکایت کنم، البته اگه ایرادی نداشته باشید. اشکال نداره، شکایت کن. با تو اما کجا زل زدی؟
به این یارو باز قاطی کردیم و این نمیبینیش؟ چرا دیدمش؟ حالا بگیر ثانیوی چطور خون باز داره نگاه میکنه اما هیچی نمیگه. خب تو یه چیزی بهش بگو. چی بگم؟ هیچ. بهش بگو بعد یه عمر قهرمانی سر یه باخت و مسابقه کشتی زدی به سیم آخر هلاک شدی تو این دود و دم و زهر ماری، قرص دارو هم که شده عاقبت کارت. داداش به خدا به خاطر خودت میگم شدی مسخره اینو، همه دارن مسخرت میکنن. یه قرص میزنی 10 تا بوتم آبروش. اون روزی که باختم فکر میکردم حریف 10 نفرم، ولی حالا حریف هیچ که نیستم، حریف خودم نیستم، خالیم، خالی خالی. تو گزارش بانک اومده محموله اسکناس و ترابلچرها به ارزش تقریبی 8 میلیارد تومان. خب مشخصه که بانک داره یه چیزی رو به ما دروغ میگه. از قطع شدن برقی که مربوط بخش اداری کارخونه از حسابی به هم ریختن، فکر میکنم اونجا دارن یه کاری میکنن. نگاه کن اما تو نگاه کن آقا پلیسه، یکی از ما رو زدی یکی از شما رو میزنن. تا 10 دقیقه دیگه اتوبوس میخوام اینجا باشه. برای اتوبوس هم این کن. کسی پاشو از اون تو بیرون نمیذاره جناب سرگرد. میذارم. اونه که اون بیرونه و اسلحه رو پیشونش نفر منه، شاهین رو میزنن. حمله کنی بری تو کارو یه سره کنی جناب سرگرد. صدفان همه هنگ کن. من اجازه نمیدم. این بار جدیم. بابا پچه رو نمیفرستی بیار، یک کاری نکن واسه رفیقت هنابندون بگیرم. آ گروگاناتو بردو بیار جلوی دروازه. که چی بشه؟ میخوام براشون بلیط صادر کنم. ببین من اتوبوسو دربست گرفتم واسه یه هواپیماست. ببین دست از با خطا کنی همه این گروگانا رو میبندم به رگبارا. گرفتی؟ ده به جمب. جلال یکی از گروگانا کمه. کی؟ یه خانم حدوداً 30 ساله. مطمئنی؟ بله توی تصاویر اولیه داریمش ولی توی لیست دکترام ثبت نشده. به گوش باش، واحدها بدون تحرک گوش به فرمان در موقعیت. داری بازی را میندازی؟ تو نرو کارت دارم. قرار نبود کارم داشته باشی. آخه قرار نبود کسی کم بشه. مگه شده؟ شده انگار. کی کم شده؟ یه بار دقیق بشمار. 4 تا گروگان بود که پسشون دادی. اون زنه رو هم زدیم که درس عبرتی بشه واسه سایرین. به من نگاه نکن، دیگه کسی نمیمونه قربونت برم. یه خانم دیگه هم بود، هم قد و قواره مادر بچه که خب زدیش. من نزدم. پای تو نوشتم. منم افتادن رفیقمو پای تو نوشتم. درست نوشتی. کمین کردم، اگه دست از پا خطا کنی ها رفیقتو بزنم جای رفیق خودم. اول جواب سوال آخرام بده. هر کی دیگه تو خیابون گم میشه اندنش قهر میکنه که نباید بندازی گردن ما. قربونت برم. از رفقات بپرس یادشون میاد. قورتش که ندادیم. یه دقیقه واسا به هم میگی تو این خراب شده چه خبره، یا اینکه اعلامیت کنم بفرستنت پیش غلام ننه آقا. من چرا بعد خونه مادر جون آتیش بزنم خاله؟ منظور مادرت این نبود. مادر من نیست، اینقدر نگو مادرت. مادرت کجا؟ یه دقیقه صبر کن. کجا؟ واسه من ننه من قریبان بازی در نیار. من مادرت نیستم. نه نیستی. ببین چی میگم بهت، ما همه اعصابمون. اگه اعصابتو خراب شد سر من خالی میکنید. ما فقط میخوایم ببینیم چه بلایی سر خونه مادر جون. چرا از من میپرسی؟ ارشیا بهت کلید نداد؟ کلید کجا رو؟ کمد مادر جون. نه تو اصلا میدونستی کلید کمد مادر جون دست ارشیاست؟ نه
قبل از اینکه ارشیا بیاد اینجا رفته کلید کمد مادرجونو بده به کسی، بعد به ما زنگ زدن که اونجا آتیش گرفته. حالا تو اومدی اینجا بوی دود میدی، ازت میپرسه که چرا جواب سر بالا میدی. حال ما رو درک کن. اصلا بیا بریم بیرون یه دقیقه من با تنهایی صحبت کنم. نه من میرم، شما راحت باشید. یه دقیقه بشین پسرم. مادرت ناراحت شد. مادر من نیست. هر مادری با بچهش. امروز عکسای مادرم آتیش زدم با عمو. قرار بود روز تولدم وقتی 15 سالم شد نامو عکسش آتیش بزنم و فقط یه دونه عکس ازش نگه دارم. چیزی بهش نگو. دارم میرم برات آب بیارم. سرده، سرده، یخ زده. برو بگو پرستارا بیان. برو بگو بیان. بیمستم من هر طور شده اون دختره رو پیدا میکنم و تو و اونو با فرمانده تاخ میزنم. باز چی میخندی؟ یعنی سهمش بین ما تقسیم میشه دیگه. اشی تو با هم میخوریم. شما بیا ببرین زیر زمین یک داره رسیر سنگم که شده پیداش کن. میارمش برا. آنا نمانا دو دو اسکاچی آنا مانا کلاچی. مسمومیت داروییه. جواب سمشناسیش که میاد 3 ساعت دیگه. فشار خون و پالس اکسیمتری. فشار رو 5 تو شوکه. پالس اکسیمتری هم از 70% بالاتر نمیره. تا وقتی متوجه نشیم دقیقاً چی مصرف کرده کار یه خورده سخته. به دکتر علامه زنگ میزنم. باش باش برم. درد چی عبدی؟ فایل والا بانک نمیذاره سیستم گذاشته یه دور بزنه. تا که گفتی همه چی اوکیه؟ همه چی اوکیه. همه حسابا رو جمع جور کردم. با یه دستور انتقال داده میشن. ولی بعدی که انتقالشون بدم، سیستم گذارش عمل کرد میده بهشون. خطرش چیه؟ اینجا ما 8 ستون داریم. هر کدوم 6 میلیون دلار. یعنی 48 میلیون دلار. همه داره دوباره از یه بانک جمع میشه رو هم. پرش رفته کمش مونده. خب بعدش با ازاده جون کناس خورده حساب اینو اون جمع کردم رو هم. تا الان بانک چیزی نفهمیده. خب بعدش؟ اولین ستونی که منتقل کنم تو حسابای خودمون بانک میفهمه. خب بعدش؟ جلو 7 ستون دیگر میگیره. راه حل بعد فایل والش رو هک کنم. یعنی بازم زمان میخواد. این قرار بود پولا داخل بمونی که کاری نداشت. انتقال پول به خارج از کشور وقتگیره به خدا. مطمئن این ماشین قرارگاه شماست؟ بله، همین ماشین تحت اختیار سرباز بوده. تو گزارشتون قید شده که سرباز همراه با مجروح تو آمبولانس هوایی بوده؟ بله، بله. این ماشین که نمیتونه خود به خود مانه باشه.
چیه؟ جان سرهنگ، این درجه تو ماشین پیدا شده. ریالی از پولای بانک جابجا نشده. واحد انفورماتیک چهار چشمی مراقب نقل و انتقال داخل سیستم. عجب. شما فکر میکنید اینایی که ماشین زرهی بانک شما رو دزدیدن رفتارشون شبیه رفتار آدمایی که فقط دنبال پولن؟ بیشتر از 7 میلیارد تومان داخل ماشین بوده. اونا دیگه دنبال چی هستن؟ در ضمن استفاده از اون کارت احتیاج به سیستمای مجهز بانکی داره. این کریدیت کارتی که میگی تو کیف تحویلدار بوده چجوری کار میکنه؟ مثل همه کریدیت کارتای دیگه، کارتی شبیه کارتای ATM، همین آبربانکا. اونو میذارن تو رم ریدر، بعد سیستم به عنوان یکی از شعب توی شبکه پذیرفته میشه. هر کاری که یه رئیس بانک میتونه تو شعبهش روی شبکه انجام بده از همین طریق انجام میشه. حالا غیر این سیستم و کلید کارت و رم ریدری که قرار اونو بخونه دیگه چی باید داشته باشن؟ بالای بانک ها حتما دیدین یه دیشی هست، اون دیش هم بازه میشه. ازت بپرسم، تو هر روز نمیدونی که داشتن گیرنده ماهواره طبق قوانین ممنوعه؟ داری چک میکنی ببینی که آیا میتونی سریالای عصر رو ببینی یا نه؟ آره. رها پرنده رو بفرست سمت دود. عجب خورد. باز روی پنجه گریپ پور اپینفری رو شروع کنید. ببین اگه قراره اینجوری دست و پاتو گم کنی بیرونت میکنم. متوجه شدی؟ بله استاد. باید بالون پمپ بذاری. ولی اون فقط 13 سالشه. این تنها راه حل نمونه. سمشناسی هم هنوز وقت میخواد. یه خورده وقت هست. دفعه بعد که حمله قلبی اومد سراغش دیگه نمیتونی مهارش کنی. باید ریسکشو قبول کنی. من نمیتونم به بچه‌ام. برو بیرون بذار کارمونو بکنیم. 5 دقیقه برو بیرون، وقت داری. من تا از اینه خورده. من حل کردم تو آب میوش که بخوره درس رو بهتر بفهمه، تمرکزش بره بالا. همش یه اتفاق بود. عجب. قرار ما یه چیز دیگه بود. من دیگه هیچ حرفی ندارم با شما بزنم آقا. من میخوام خودشو ببینم. سوار ماشینه چه برو، تو نظرش عوض نشده. فقط 5 دقیقه. نذارید کار به کشتن آدمای دیگه بکشه.
سه نفر بودین دیگه. یارو رو تو ماشین تو چاقو زدن نه؟ این رفیقت که نمیدونم کیه؟ نمیدونم. ماشین آورده تو پارکینگ بیمارستان و فلنگو بسته رفته. به عقلش نرسیده ماشین رو همونجایی که آمبولانس هوایی بلندتون کرد ول کنه. کیه این رفیقه؟ دستش رفت سمت تیزی. کی؟ داداشم کاغذی گذاشتم توی جیبم که اسم شما رو روش نوشتم. اگه رفتم تو برنگشتم لطفا خودتون بخونیدش. اگه سالم برگشتی بازم میدی بخونیدش؟ نه دیگه خجالت میکشم. چرا چیزی می‌نویسی که باید خجالت بکشی؟ آخه میدونین این معنویتش بالاست. آه اینم ماموریت آخر، حتما ماموریت آخر منه، چون شما داری این نامه رو میخونی. خدا رو شکر که رسته باشم. بالاخره لیاقت پیدا کردم هم ردیف عاشقای خدا قرار بگیرم. راستی یه ماه دیگه قرار بود پدر بشم، اما حالا سلام بر
تیم‌های هجوم از خیمه خارج نشد. جلال حسام چی شد؟ تو هیچ کدوم از فایلا نیست. همه ی نفرات مستقر در میدان، تیم‌ها احتمال راه‌های مخفی و پناهگاه‌های خارج از دید رو بررسی کنن. هنوز یکی از مهاجما رو کم داریم. من سن 35 در حال انجام پایسازی دوم. مفهوم جلال. اکبر نیروهات بر دو بر حلقه محاصره اول خوب بازرسی کن. اکبر برام پیداش کن. بله قربان. ابراهیم زیر سنگم که رفته باشه باید پیداش کنی. برو سگو، تو کارتو درست انجام دادی. خدا رو شکر گروگانم که سالمه، پولارم که پس گرفتی، دیشم به موقع زدی، پولی نتونست جا به جا بکنه. نگران نباش، پیداش میکنم. تو آخرین بار کی حسامو دیدی؟ قبل از دیگه پولا رو انتقال بدم. کدوم پولا رو؟ بگو چیکار کردی؟ مهندس و سرقت مسلحانه دست نداشته، به گروگانگیری هم ربطی نداره. فکر نمی کنم جرمشون آدم سنگی باشه. چرا دست به مقاومت مسلحانه زدی؟ خب ترسیده بود. وقتی فیلم تو توی دادگاه نشون دادن که به طرف افراد پلیس داری شلیک میکنی یا به عنوان محارب محاکمه شدی، اون وقت شاید زبون باز کنی و یه کمی برای تخفیف قائل بشن. ولی دیگه اون وقت خیلی دیر شده آقای مهندس. ببرش. 8 ستون بود، هر کدوم 6 میلیون دلار. کجاست؟ توی حساب بانکای خیریه اونورا. بانکم میدونه که این پولا رو تو برداشتی؟ تا الان باید فهمیده باشه. اینجاست قربان. از اینجا بیرون رفته. بچه‌ها دارن تونل رو بررسی میکنن ببینن کجا دارن. محمد چیزی دستگیرت شد؟ تونل تو مسیر به یه زانو خط میشه که رو به پایین ادامه داره. میتونی بری پایین؟ بله جلال، جای پا داره، راحت میشه رفت پایین. خیلی خوب، برو پایین. موقعیت یابت رو روشن کن. بله جلال، روشنه. جم جلال 1-2 رو برام مشخص کن. حدود 250 متر سمت غرب. ارتباط رادیویی با جلال 1 احتمالاً وارد مسیری تو عمق زمین شده. موقعیت یابشو دنبال کن جم. شاهد 1 جلال. شاهد 1 احتمالاً تو ساعت 2 شما ما قابل رؤیت هستیم؟ خیر قربان، من شما رو نمی‌بینم. وسط شلوغی‌ها این کارو کرده. آره درست موقع انفجار، همچی که دود همه جا رو پر کرده، از سیررس دیدبان و تکتیر انداز ما خارج شد. نتونسته ببینتش. ما الان مقابل خروجی فاضلاب هستیم. رو موقعیت یاب نگاه کن، ببین سر دیگه تونل کجاست. به گوش باشید. پشت حلقه اول محاصره. پشت حلقه اول محاصره؟ درست شنیدم؟ میتونی تونل چک کنی؟ علی قربان ببین. چشم. عملیات. چرا حرف نمی‌زنی بچه؟ 4 تا جعبه رو نتونستی آتیش بزنی؟ داشتم آتیش می‌زدم. هرشی رسید نذاش. چی رو می‌خوای حالا بری بهشون بگی؟ میرم همه چی رو بهشون میگم. تعقیبت هم که می‌کردم بچه. اون نردبون؟ نردبون؟ نردبون دو دره کرده گذاشته اونجا، رفته رو سقف. هیچ ماشین اینجا امروز آبگیری نکرده. راست میگم. آتش نشانی. جمع جلال 1. جلال 1 جمع. وضعیت واحدهای آتش نشانی مستقر تو میدون رو چک کنید. یکی از ماشینهای آتش نشانی رفته آبگیری کنه، اما از پایگاهش فراخونده شده. بدون آبگیری. الان اون ماشین کجاست؟ کارخونه رو 5 دقیقه پیش ترک کرده. موسیقی
گوش کن جم، موقعیت آتش نشانی رو پیدا کن، با رانندش حرف بزن و بهش بگو امکان داره آدمی که دنبالش هستیم رو سقف ماشینش باشه. بهش بگو طرف خیلی خطرناکه، اما هنگ باشه و سرعتش رو پایین نیاره تا ما بهش بگی. بله قربان. جاشو بنداز رو مانیتور من. فهمیدی چی شد که؟ چیو؟ لنگ رو سفیده بود مال اینا، دکتر از تو سوله آورد بیرون. بوخو خب این سویچ کنترلیا داشت، دکتر ماشین که آورد خاموش کرد. الان بچه ها خواستن ببرنش، هر کاری کردن نشد. تا تو ماشین نباشه روشن نمیشه، تو جیبت هم باشه قبوله. گفته بودم به باجاناقم یکی داشت عین اون همین. خب به جمالت جمشید گفت من بدون سویچ روشنش میکنم. من گفتم عمرم. گفت اگه نکردم امشب به همه تون شام میدم. گفتم اگه نکردی چی؟ گفت چی؟ نتونست. آب برکلا باهوش. بابق سویچ کجا بود؟ گم شده انگار. وجب به وجب سولو زیر زمینی گشتیم، جیب همه گروگانا و گروگانگیرو و جنازه ها رو هم گشتیم. غلط نکنم دست خود ناکسش. جام به هم بگو لنکروز سارقی کجاست؟ با یدکش منتقل شده. یدکش مکانیاب داره؟ خیر جلال یک. به کجا منتقل شده؟ به سمت عملیات. جلال عملیات جمع. مطلع باشید بنا به جزئیات موجود در گزارش جلال 3، امکان استفاده هدف از اتومبیل لند کروز که به سمت عملیات توسط خودروی یدکیش در حال انتقال هست وجود داره. من به سمت هدف احتمالی در حرکتم. موقعیت مکانی جلال 1 رو برای من بفرست توی سیستم. عملیات هرنده آماده باشه که در صورت مثبت بودن هدف پشتیبانی لازم رو ایجاد بکنه. پرنده هماهنگ با موقعیتی ها به جلال 1 بر فراز آسمان هدف احتمالی حضور خواهد داشت. جلال 1 نقطه تو زدم. میبینم به سامو میبینم. Thank you.
هفتیر تو به کش فرمانده. احتیاجی به اسلحه نیست، ضعف کردی داری سقط میشی. یه گوله بزن تمامش. حالت خوبه؟ میتونی حرف بزنی؟ اسمت چیه؟ سرمان ابراهیم قیور. خوبه خوبه. عملیات فاصله امداد هوایی با ما چقدره؟ کمتر از 5 دقیقه. 23-76-543-87 اطلاعات ثبت شده روی تایپ 24 از شبکه یک پارچه پرسنل ناجا. مجروح از ناحیه سر و صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفته. آقا ابراهیم چشماتو با کن. آقا ابراهیم کمتر پیش اومده تو زندگیم من اینقدر رود قضاوت کنم. به خودم گفتم پشت اون نگاه محجوبش یه برقی هست که برام آشناس. اما اگه خطا کردم واسه اینه که تو این دنیا هیچی مثلا نیست که دخترم هست. بابت برخوردی که داشتم ازتون عذر میخوام خانم دکتر. اینجا یه نفر رو داشتی، من اونجا 20 نفر رو. واسه اون که بعد بچهشو نجات بده سخت‌تر نیست؟ واسه کسی که قراره یه نفر رو نجات بده براش مهم نیست که بچهش باشه یا کسی دیگه. میدونم برات سخت بوده، بچه تو دستت بوده و میفهمم. اما من اینا رو نمیگم که زحمات امروز تو کم رنگ کن. نه، تو حالت عادی تو یه مادری که پزشک هم هست، منم یه پدرم که پلیسم، برای تو شرایط بحرانی تو یه پزشکی که مادرم هستی و منم یه پلیسم که ضمناً پدرم هستم. تو الان با من قهری؟ الان چی هستی تو؟ خب الان تکلیفم مشخصه، سر و پا در خدمت شما هست.